فوتبال ورزش مهیج، پرطرفدار، چالشی، پلزا و شدت مستلزم مدیریت درست. ورزش فوتبال در سطح جهان حرف اول را می‌زند، اما در افغانستان چی؟ انتقادها بر مدیریت فوتبال، تیم ملی و نیز کارکرد این ادارات تا چه اندازه درست است؟ رهبری فدراسیون تا چه اندازه در کارهایشان موفق بودند؟ سلام، وقتتان بخیر. من سید حد سروش هستم و شما دعوت میکنم که بیننده گفتگوی ویژه ما با آقای محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان باشیم. در تلاشیم که آنچه که در ذهن فوتبال دوستان هست را به پاسخان بپردازیم. آقای کارگر سلام، بسیار تشکر از یک فرصت گذاشتین. میخوایم که از این سوال آغاز بکنیم که فدراسیون فوتبال افغانستان به عنوان نهاد حاکم بر فوتبال افغانستان فعلا در چه جایگاه و در چه موقعیتی است؟ تشکر، عرض ادب و سلام خدمت شما، خدمت بیننده‌های عزیز محترم تلویزیون آریانا. خوشحال هستیم که باز هم در یک مصاحبه با هم حضور پیدا میکنیم. جایگاه فوتبال افغانستان، اما قسمی که عضویت فوتبال افغانستان در سطح جهانی فیفا، ایف سی و کفا مشخص هست و ثابت است و در شرایط کنونی تغییرات سیاسی که در کشور آمدن، جایگاه فوتبال افغانستان خوشبختانه در فیفا، در ایف سی و در کفا حضور داشته و در تمام برنامه های بین المللی، چی در جلسات آنلاین و چی در جلسات حضوری، نماینده افغانستان در حوزه حضور داشتم. در این شرایط کنونی که شما بهتر می دادین، چالش هایی که وجود آمد، یک مدت بسیار کوتاهی که تغییرات سیاسی که در کشور رونما گردیدند، یک سلسله مشکلات ها به وجود آمد که خوشبختانه هیچ نوع محدودیت از طرف فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و ایف سی و کنفدراسیون فوتبال خود کفا، هیچ نوع محدودیت در عرصه‌های کاری فدراسیون فوتبال رونما نگردند. این جای افتخار است که امروز فیفا حمایت خود از فوتبال افغانستان اعلان کرده، رسما نمایندهش که در قطر با جناب محترم نظر مرمت مطمئن رئیس تربیت بدنی ورزش المپیک افغانستان اون حضور داشتن، حمایت خود از فوتبال افغانستان اعلان کردن و همچنان خود ما که در جلسات که میریم اونا تماما حمایتشان هست. شما شاهد هستین که حضور تیمای ملی ما و مسابقات که فیفا برام اندازه و برنامه‌ای که ما پیش روی داریم او رو باز براتون بیان خواهیم کرد. سال 2021 گذشت و فعلا در ماه جنوری 2022 هستیم. سال 2021 برای فوتبال افغانستان چگونه گذشت و چه تغییرات عمده‌ای در بخش مدیریتی تیم‌ها و همه امورات فدراسیون آمده؟ خوشبختانه در سال 2021 مطابق جنتری فدراسیون فوتبال افغانستان و مطابق جنتری کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا تمام برنامه ها از طرف دایرکتر تکنیکی اونا طرح‌ریزی میشه. ما تماما برنامه های خود در سال 2021 مطابق جنتری خود پیشرفت کردیم. ما پیشرفت های خوب در عرصه داخلی خود داشتیم و همچنان در عرصه بین المللی خود داشتیم که یکی از کارکردهای اساسی فدراسیون فوتبال افغانستان به منظور ارتقای ظرفیت های فوتبال در ولایات افغانستان بود که ما در سال 2021 تقریبا 18 کورس مربیگری دیگر در تمام ولایات افغانستان برای انداختیم. شما خودتون بهتر میتونیم تا زمانی که ما ظرفیت های کادری خوده و فن مسلک فوتبال در ولایات افغانستان ما ارتقا نبخشیم، ما در اوج تدریس نکنیم، هیچ وقت ما انتظار نداشته باشیم که فوتبال افغانستان تغییر میکنه و فوتبال داخلی ما باید تغییر بیاید و فوتبال داخلی ما مطابقت کنه با پلیرهایی که ما در خارج از کشور داریم با هم مطابقت کنه. بیز اساسی و که ما در پلان اساسی فدراسیون فوتبال افغانستان بوده این بوده که ما فوتبال در ولایات افغانستان باید تغییرات بیاریم که ما 18 کورس مربیگری را در کتگوری های مختلف لیسانس دی، سی و بی را در ولایات افغانستان او را در سال 2021 برای انداختیم که خوشبختانه جای خوشی است که مدرسین هم از خود افغانستان بوده. ما دو مدرس بین المللی در سطح آسیا داریم که
یکی آقای تایر روفی است و یکی هم خودم هستم که ما لیسانس های لیسانس سی و لیسانس بی که بلندترین لیسانس ها هست که بعد از این باز ما میریم به تدریس لیسانس های که خوشبختانه ما به زبان خود، با هموطن خود، با خصوصیات، خواص و فرهنگ خود، در ولایات خود میریم تدریس میکنیم. ای که یک مدرس خارجی بیاید ای جای افتخار است. و اونم قسم ما در عرصه‌های مختلفه که چی در فوتسال، چی در اکمیت ما داورای به سطح بین المللی داشتیم، در فوتسال مدرسین داشتیم، در فوتبال ما، در ساحلی ما مربیای بسیار خوب داشتیم. این کارکرد مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان است. ما نمیگیم که فدراسیون فوتبال ما کار کردیم. ما یک سیستم ایجاد کردیم در فدراسیون فوتبال افغانستان که ما چه قسم میتونیم که با تیمای ما با کشورهای همسایه با آسیا رقابت‌های سالم داشته باشیم. شاید کمترین کشور باشیم که از لحاظ ظرفیت‌های کادری و فنی و مسلکی افغانستان باشه. اما خوشبختانه ما در طول مدت تونستیم که فدراسیون فوتبال افغانستان ای چالش عمده که ما پیش روی خود داشتیم ای را درک کردیم. ما این چالش از بین ببریم. ای چالش ها از بین بردن از ای آموزش کار یک روزه نیست. آموزش کار از این نیست که مثلا تو مکتب میخونی 12 سال پانتون میری یعنی و مستری را میری میخونی که تا یک کادر فنی میشی. فوتبال هم یک دورنمایی که ما برای فوتبال، برای پیشرفت فوتبال داشتیم، یکی از ای که ما بتونیم کادرهای فنی خود در ولایات خود و در پالوی از این برنامه‌هایی که مطابق جنتری سال 2021 ما مسابقات ولایات ما، لیگای برتر ما مسابقاتشان شروع شد، فوتسالشان مسابقات شد، مسابقات گروپ های حلف و مسابقات گروپ های بی در تمام ولایات افغانستان ما در سال 2021 داشتیم. تغییرات سیاسی که در جریان 2021 آمد یک سلسله مشکلات را در اوائل ایجاد کرد. اما امارت اسلامی افغانستان اعلان کرد که ما هیچ نوع محدودیت در عرصه فعالیت‌های ورزش فوتبال در افغانستان نداریم و خوشبختانه که ما حضور خود آقای مطمئن در جلسه که در قطر داشتم و نماینده فوتبال هم در وجود از فیفا در وجود حضور داشته و نماینده المپیک هم حضور داشتن که خوشبختانه در عرصه ورزش هیچ نوع محدودیت در سیاسی کارا نیست برای انجام امی فعالیت های ورزشی و همچنان در فوتبال هم فیفا هم ایفسی هم کفا اجنا و مدودیت را در عرصه فوتبال ایجاد نکرده و حمایت کرده. شما یکی از بیانیه های نماینده رئیس تربیت بدنی و ورزش و المپیک افغانستان آقای مطمئن شنیدین که ما هیچ نوع مداخلت در مورد فدراسیون فوتبال نداریم. مطابق اساسنامه های بین المللی خود، مطابق فیفا و کارکردهای خود پیش میره و امارت اسلامی افغانستان از فوتبال حمایت میکنه که یک تاثیر بسیار خاص در سطح بین المللی داشت. او یک تاثیر بسیار خاص به نشان در سطح فیفا داشت. با مو خاطر فیفا بیشتر با امانگی با فدراسیون فوتبال برنامه های ما را، تیم ملی ما را، یک مسابقات دوستانه ما را به ترکیه اما هنگ کردن و یک سلسله مشکلات هایی که بودیم که در اوائل که تغییرات سیاسی که آمد مثلا بانک ها وجود نداشت، محدودیت هایی که در عرصه پولی ما داشتیم، نمیتونستیم دسترسی کامل برای پول خود داشته باشیم و فیفا هیچ کشور تابال از لحاظ کشورهای جهان به رسمیت امارت اسلامی را نشناخته، اما فدراسیون فوتبال جهانی، فوتبال، فیفا و ایفسی اینا هیچ نوع محدودیت، هیچ تاج تماس در عرصه سیاسی نداشته. ما در برنامه خود حضور داشتیم و مشکلات های اقتصادی هم تابال هیچ نوع مشکلات های اقتصادی کارمندای ما الحمدلله معاشاتشان اجرا میشه. این روابط است که ما یک روابط نیک با فیفا داشتیم، یک دیدگاه خوبی فیفا در عرصه فوتبال داشته. شما شاهد بودین مسابقه را که فیفا تیم ملی را تمام مخارجش را تمویل کرد در ترکیه با اندونزیا. ما این برنامه ما بود بر که خود تیم ملی فوتبال ما با برد را که با تیم
اندونزیا داشتیم، اولین بار است که در امارات اسلامی افغانستان دو پل تیم افغانستان در سطح جهان در فیفا صعود کرد. پس تاثیر مستقیم گذاشته روی روند کار فدراسیون فوتبال افغانستان آمدن امارات اسلامی؟ تاثیر مستقیم اگر نگذاشته، اما تاثیر منفی هم نگذاشته. ما هیچ نوع محدودیت از طرف امارات اسلامی بر افغانستان نبوده و خودشان پالیسیشان همی بوده که میتونه هر کادر فنی که در عرصه ورزش همتون که در تمام عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که میگن که میتونن در کشورشان در وطنشان باشه بیاین، همتون برای فوتبال هم اعلان کردن. شما شاهد هستین که بعض از کادرهای ما که در خارج از کشور بودن ما دوباره آمده، ما در تماس هستیم که فوتبال در ورزش باشه. هر کسی که میتونه خدمت مصدر خدمت برای کشور خود، برای وطن خود، برای فوتبال خود باشه، هیچ نوع محدودیت ها در این عرصه نیست. و در قسمت فعالیت هایی که ما در سال 2021 در بخش برنامه های مطابق جنتری سالانه فدراسیون فوتبال افغانستان، تماما برنامه های لیگ برتر ما یک مدت کوتاه بود، دوباره اثر آغاز گرفته شد و برنامه و راپورهای فعالیت های خود برای دایرکتر تکنیکی ما راپور میداد که خوشبختانه ما تونستیم که تمام برنامه های لیگ های ما، الف ما، جوانان ما، فوتسال ما در ولایات افغانستان او به پایان بیافود. تیم ملی ما هم برنامه را که ما داشتیم و شما شاهد بودین که 2019 تیم ملی فوتبال در مسابقات مقدماتی که ما در قطر و اردن و بنگلادش و هند در گروه با هم به مسافه هم رفته بودن و در تاجیکستان مسابقات را که انجام دادن، ای که کرونا آمد یک مدت تقریبا یک سال یک و نیم سال ای بازی های راوند دومش استاپ شد. در راوند دومش ما در 2021 برای تیم ملی خودم یک کمپ تمرینی در دوبای او را که از طرف خود فدراسیون فوتبال افغانستان او تمویل شد، تمام مخارج از او یک کمپ تمرینی را برشان گرفتیم که بسیار تاثیر مثبت سر روند نتایج ما برای مسابقات ای کم داشت که ما دو بازی انجام دادیم با اندونزیا و سنگاپور که خوشبختانه اندونزیا را شکست و سنگاپور را تساوی کردیم با این بازی. و تیمای ملی ما باز رفتن در قطر مسابقات که عرصه مملکت، ار چهار مملکت مسابقات خود در قطر انجام دادند. بازی برگشت ما با اردن هم دیدیم، با بنگلادش هم دیدیم که نتایج ما بیشتر بود. مهم برای ما این بود که تیم ملی ما حال در جایگاه خود در 24 تیم آسیا اولین بار است که صعود کرده. این برنامه است که ما در سطح مسابقات خود در بیرون مرزی داشتیم. و دیگه برنامه های ما که لیگ برتر هنوز ثبت و راجستر مسابقات رسمی برای کنفدراسیون فوتبال و آسیا نیستن، اما ای سیل ما ثبت و راجستر هستن مطابق ما میارایی که در مسابقات رسمی است که لیگ است مسابقه رفت و برگشت انجام میده. ای سیل ما تقریبا نیمه از دور اول بازی های خود انجام داده بودن، دور دومش مانده که ما در تشکیل برگزاری از اون مسابقات هستیم و یک سلسله مشکلات های ما که مشکلات های اقتصادی بانکی هست که ما با امارات هم به تماس شدیم که ما بتونیم که ما بودجه از بانک برشان بگیریم این مسابقات در یکی از ولایات گرمسیر رو انجام بدیم. یک موضوع رو شما اشاره کردین که آمدن امارات اسلامی تاثیر نه منفی گذاشته نه هم آنگونه که انتظار میره، اما چه همکاری های صورت گرفته از طرف امارات اسلامی با فدراسیون فوتبال افغانستان؟ یک موضوع که بسیار مستقیم قابل بحث است موضوع تصمیم گیری است که آیا همکاری ها و کارکرد های امارات اسلامی روی روند تصمیم گیری شخص خود شما به عنوان رهبر فدراسیون فوتبال افغانستان تاثیر مستقیم نگذاشته که فیفا را مورد توجه قرار بده و فیفا با این موضوع مشکل داشته باشه؟ طبعا ارتباطاتی که فیفا داره مستقیم با رئیس فدراسیون فوتبال و سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال در تماس می باشند و از اوضاع و احوال فدراسیون فوتبال در کشور در حالت که تغییرات سیاسی می آید او جویا می باشند. ای که میگن تاثیر منفی نداشته، تاثیر مثبت را که میگن امارات اسلامی افغانستان چین و تاثیر مثبت را داشته، درست است که در اول یک تعداد ورزشکارا و مردم در کل ایا جان زده بودن که سرنوشت ما چی میشه و در پالیسی سیاست امارات اسلامی در ارتباط مردم و ملت و افغانستان چی میشه. اما در عرصه فوتبال طبعا
ما تماسایی داشتیم با امارت اسلامی افغانستان، تماسایی داشتیم که فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل است. ما مطابق اساسنامه و برنامه که جانی فوتبال است پیش میریم و تماما برنامه های ما مطابقت با اساسنامه فدراسیون فوتبال جهانی و همچنان در پالی از این ما کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال افغانستان، هر نوع مشکلات ها و یا تغییراتی که می آید کمیته اجرایی ما هم در تصمیم گیری اونا حضور میشه، که خوشبختانه کمیته اجرایی ما هم در اون وقت در کابل بودن، اکتعدادشان در کابل بودن، از ولایات خود آمدن، نگذاشتن که مداخله در امور فدراسیون فوتبال شوه و با درک سالم امارت اسلامی افغانستان از ارزش ورزش در کشور، ما امروز یگانه نهاده که فعلا در افغانستان فعالیت های خود در بیرون مرز افغانستان داره ورزش است، که شما شاهد هستین اگر کرکت است، اگر تکواندو است، اگر فوتبال است، فعلا تمام از یا در سازمان های بین المللی خود به رسمیت هستند، میرن مسابقات خود انجام میدن. تصمیم شما تاثیرگذاری نداشته مستقیم؟ طبعا تصمیم ما تاثیرگذار بوده که ما تصمیم امرایشون صحبت کردیم. این مشکل ساز نیست برتون آقای کارگر در فیفا؟ در فیفا هیچ مشکل زان نیست، فیفا را با اون برشان گفتیم. یعنی منظورم اینجاست که شما تحت فشار امارت اسلامی تصمیم نمیگیرین؟ تحت فشار امارت اسلامی ما هیچ نوع تصمیم نگرفتیم. درست. تصمیم ما تصمیم مستقلان است. حافظ احمد جان که در پست معاونت فنی کار میکنن، تازگی فعالیت خود آغاز کردن، از سوی امارت اسلامی معرفی شده یا طبق معیارهایی که ادارات و پروسه ها تعیین میکنن طبق او آمده به پست معاونت فنی؟ بیشتر گفتیم که ما پروسه ها داریم و اجرایی خود داریم، نیاز از در این شرایط کنونی. حافظ احمد جان خود از این رئیس فدراسیون 20 سال پیش افغانستان بودن، او علاقمندی که برای فوتبال افغانستان داشتن و هیچ نوع کدام از آدرس امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع کدام مکتوب یا کدام چیز برای ما نامده که ایده ایجا کار میکنه. درست. خود از این شوق و عشق و علاقه که برای فوتبال داشت، ما نیاز داشتیم که یک نفر ارتباطی ما که کارهای خود ما بتونیم با دولت و با امارت اسلامی افغانستان اما هنگ بسازیم، ایره در بخش معاونیت ایره تصمیم اجرای فدراسیون فوتبال افغانستان و خود ما تصمیم گرفتیم که ما بتونیم در این شرایط تکونی بتانیم که فوتبال افغانستان اینا مومد شد. پست ایشان فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا تایید کردن؟ پستشان پیشنهاد شده از طرف اجرایی ما، تعیین شدن پستشان به حیث معاونیت و این میره این پروسیجر و کارای خود در سطح بین المللی داره که اونا تای مراحل میشه که از او بعد از او باز میرن، ما کنگره خود که باز دایره میکنیم، تایدی کنگرام هم میشه و بعدا تایدی و کدام ممانعتی که ما شفایان با فدراسیون جهانی داشتیم یا از کسایی که میتونن در بسیاری کشورها دو تا سه تا معاون دارن، اونا خودشان میتونن به خاطر روابط نیک و خاطر همبستگی و به خاطر از اینکه بتونن یک سوالاتی برای فوتبال افغانستان داشته باشن، خود فدراسیون صلاحیت داره و اجرایشان صلاحیت داره. میتونم بپرسم که تا چه اندازه ایشان صلاحیت دارن در امورات فدراسیون فوتبال؟ فعلا مطابق همی اساسنامه ما که هستیم، ما بخشایی که من خود معاون فنی بودم در بخشای کاری که مسئولیت هایش هست اونا کارهای خود پیش میبرن. در برخی ولایات و در برخی موضوعات تعیینات جدید صورت گرفته، از طرف شماست یا از طرف معاونت فنی؟ مشکلات هایی که در ولایات، تنها در چندین ولایات که بوده، مشکلات هایی که این مشکلات ها تقریبا از یکی دو سال اینجا می آمدن، بعض راپورایشان که این مشکلات ها یا مسابقات ما صورت میگه یا برنامه ما عملی نمیشه، این مشکلات های داخلی خود از اونا و یا تیما شد. ما در افغانستان هستند که وقتی که یک کسی که فعالیت میکنه و هم زیر سوال میاد، کسی که فعالیت هم نمیکنه و هم زیر سوال و زیر انتقاد میآید، این مشکلات های داخلی خود از او بود که مشکلات های داخلی را ما میتونیم به تفاهم اجرایی فدراسیون فوتبال افغانستان ما این مشکلات ها را حل کنیم. آمدن هیچ نوع فشاری که از طرف امارت اسلامی در این ارتباط بوده، خود مشکلی که اگر رئیس فعلا در جلال آباد یا بعض ولایات که هست، رئیس های از وقتشان باعث رئیس فدراسیون فوتبال است، اگر کمیسیون برای تدویر مسابقاتشان کمیسیون ایجاد شده که اونا بتانند که مسابقاتشان مانده و یا برنامه هایی را که اونا در این طول 2021 عملی نشده، تا تحت رهبری همی کمیسیون کارهای خود پیش ببره.
بعض انتقاد ها هم وارد بود که گویا همین تعیینات و تصمیم ها دو دستگی در فدراسیون فوتبال ایجاد کرده. رد میکنین یا تایید؟ تعیینات هیچ نوع تعیینات را فیفا قبول هم نمی کنم که ایوه هیچ نوع تعیینات از طرف امارت اسلامی برای فدراسیون فوتبال نشه. یعنی دو دستگیری رد میکنم؟ رد میکنم. فعالیت های کمیته های فوتسال، فوتبال ساحلی و فوتبال زنان چطور میبینین؟ فعال هستن یا که؟ فعالیت های فوتبال ما در کل در ساحلی ما، در فوتسال ما تا زمان که تغییرات سیاسی نبود فعال هستند. اما فعالیت های بانوان ما فعلا استاپ است. ما مطابق به پالیسی که امارت اسلامی افغانستان در خصوص ورزش بر بانوان داشته مامور عملی خواهیم کرد. بعد از وقفه ادامه صحبت های آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال را پیگیری میکنیم. دوباره خوش آمدین. ادامه گفتگوی ویژه ما با آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان. آقای کارگر، طبق صحبتی که قبل از وقفه داشتیم، تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان فعالیت داره فعلا یا که کمیتهش کاملا فلج شده و کسی نیست هدایت کنه؟ تمام کمیته های ما فعالیت داره. کمیته ساحلی ما فعال بوده، شما شاهد بودین که تقریبا دو ماه قبل تیم ملی فوتبال ساحلی ما در تشکیل تیم ملی فوتبال ساحلی خود هستیم. ما انشاءالله در برنامه هایی که ما پیش روی داریم برای مسابقات بیرون مرزی تیم ملی خود اعلان میکنیم. رئیس جدید کمیته فوتسال افغانستان که تعیین شدن به اساس چه معیاری تعیین شدن؟ ما در ریاست کمیته مستقل در چارچوبات فدراسیون فوتبال افغانستان در تمام دپارتمنت ها یا کمیته هایی که میکنین این به اساس یک دپارتمنت است. دپارتمنت از نظر به نیاز و ضرورتی که ما کسایی که نبودن رفتن پستایی که خالی باشه ما از طریق سایت خود اعلان کردیم که ما نیاز داریم به این پستا و اجرای هم تصمیم گرفتن که ما نیاز داریم برای کسی که فعلا اونا به حیث مدیر یا کمیته فوتسال تعیین شدن در دپارتمنت فوتسال تعیین شده خودش یک فوتبالر بوده و آگاهی بس فوتبال داشته. عوض از اینکه ما یک کس را که بیاریم ما تماما کسایی که جذب میشن سیویشون از طرف کمیته دایرکتر تکنیکی او بررسی میشن که بتونه محمد و موثریت خوب در عرصه فوتبال داشته باشه و دسترسی به وجود داشته باشه. نیمکت مربیگری تیم ملی فوتسال افغانستان و دستیاریش به کی داده شده؟ فعلا ما تیم ملی فوتبال افغانستان تیم ملی فوتسال افغانستان فعلا ما یکی از مربیایی که اسیستانت آقای مامرک بود محمود سعیدی فعلا ما صلاحیت به او دادیم تا ما بتونیم که تیمی که ما انقریب مسابقات را که پیش روی داریم در کفا در تشکیل تیم و در تمرینات تیم خود آغاز کنیم. درست. دستیارشان گفته می شد که آقای کاظمی تعیین شدن یک از بازیکنان فوتسالی. این صلاحیت سی کسایی که سند مربیگری را در وجود داشته باشند با او را تعیین میکنیم. درست. دوره قبلی آقای دین محمد صافی رئیس کمیته فوتسال افغانستان بودن. دوره کارشون شما به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان چگونه بررسی میکنه؟ دین محمد صافی یک مدیر بسیار خوب بود که تونسته بود که فوتسال ما در 10 سال قبل اگر ما شما مشاهده کنیم از بک‌گراند فوتبال افغانستان ببینیم ما کدام دستاورد در سطح ملی و در سطح بین المللی نداشتیم. با آمدن از اونها و استاد رزاق مامرک در کمیته یا دیپارتمنت فدراسیون فوتسال افغانستان بسیار زیاد موثریت داشت و تاثیرات خود در سطح ملی و در سطح بین المللی داشت. در سطح ملی شما ببینید که در تمام ولایات افغانستان بیش از 10، 20، 30 تا 200 جمنازیوم در فوتسال در ولایات افغانستان است. بیش از 200-250 جمنازیوم در خود کابل هستم. یا تاثیرات خود در سطح ملی داشت و در سطح بین المللی داشت که پلیرهای ما هزیج رشد کرد، جوانهای ما رشد کرد، انکشاف پیدا کرد و یک سیستم لیگ هماهنگ ساختن. در گذشته ها تماما فوتبالرها در فوتسال بازی میکردن. اینجا مقرره را ایجاد کردن که هیچ نوع فوتبالر تیم ملی دیگه اجازه حضور برای فوتسال نداره. کلاب های فوتسال منظم شد، کلاب های فوتبال منظم شد، پلیر فوتسال
تنظیم شدن و تیمای ملی ما، تیمای جوانان فوتسال افغانستان تنظیم شد که شما شاهد نایب قهرمان مسابقات جوانان آسیا در 2019 در آسیا بودین که تیم فوتسال ما قهرمان شد. این خودش کارکرد یک مدیریت یک تیم کاری را نشان میدن که صافی صاحب در اونجا کار کردن و دعوتشان کردیم که در فدراسیون فوتبال افغانستان مدیریت که داره و قبلا هم بایس مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان بود، ما میتونیم از تو اشخاص و افراد در بخش مشاوریت، در بخش یارم چون در کمیته قضایی ما بودن، میتونیم که مصدر خدمت بره فوتبال و فوتسال کشور ما شد. فعلا در پست مشاوریت هستن؟ ها فعلا در پست مشاوریت. درست. یک از بازیکنان فوتسال چند قبل بنابر دلایل خودکشی کرد که خانوادهشان دلایل خود داشت، همچنان یک از بهترین دروازه‌بانان فوتسال افغانستان خداحافظی کرد که فعلا در امریکا هستن، که عملکرد فدراسیون هر دو مورد کم از سوی هوادارا و سوی کارشناسان کم مورد انتقاد قرار داد و خداحافظی بازیکن فوتبال هم فوتسال یک کم سوال برانگیز بود، چرا که انتقاد با انتقاد خداحافظی کرد. میخوام تو بپرسم که مسئولیت فدراسیون فوتبال در قبال ملی پوشان فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی چگونه بوده و تا چه اندازه شما تانستین مسئولیتتان به گونه درست ادا بکنید؟ مسئولیت فدراسیون فوتبال افغانستان در عرصه تیم و پلیرای تیم ملی فوتبال افغانستان، شما ما رو مقایسه با کشورهای منطقه و آسیا و اروپا نکنین و تقاضاهایی که در سطح بیرون از مرز هستن و انعکاساتی که در بیرون از مرز میشه، شما امکانات فدراسیون فوتبال افغانستان و دولت چی دولت سابقی افغانستان و امارت اسلامی افغانستان با اون مقایسه کنید. یک پلیر ورزشکار تیم ملی افغانستان 1000 افغانی او حسیه داره یا ماش داره، ما چه قسم از او بتانیم که او ورزشکارای خود تمویل کنیم، ورزشکارای خود ما ماش بتیم، ورزشکارای خود ما. در هیچ کشور دنیایی نبوده که پلیرای تیم ملیشان دولت حمایت کرده باشه یا ماش داده باشه. او افتخار میکنن که در ترکیب تیم ملی خود بیاین و در اوجه بازی کنن و تمام که امکانات را که اونا به دست میاره، بودجه را که به دست یا پول را معاشات را که به دست میاره، کلش از کلاپایش است، از اسپانسرایشان است. ما در قبال از این توانایی که فدراسیون فوتبال به هو عد و اندازه نداره که ما تا آخره که زنده باشه یک پلیر تیم ملی او را ما سپورت کرده بتانیم. این استعفا صلاحیت شخصی خود یک پلیر است که چی در اوج بسیاری پلیرها را ببین در اوج قدرت خود استعفا کرده، بسیاری پلیرها را ببین بازنشسته میشن استعفا میکنن و پلیر که ما جای بسیار تاسف هست برای و یک ضایعه بزرگ برای فوتسال افغانستان است مرگ خود آقای عربزاده که واقعا یکی از پلیرهای خوب در عرصه جوانان ما و یک کاندید برای تیم ملی فوتسال کشور ما بود. ای جای تاسف است، این مشکلات های خانوادگی خودشان بودند که ما تاسو چیز نداریم آگوی. تغییر نظام یک سری تفاوت های را ایجاد کرد، تخلیه بعضی چهره ها، دختران فوتبالیست از کشور بیرون شدن، به گفته میشه که به سه کشور مثل پرتغال، انگلستان و همچنان استرالیا رفتن. فدراسیون فوتبال در این راستا با اونا همکاری کردن یا نه، یا دخالت نداشتین این موضوع؟ در قسمت انتقال ارزوی ورزشکارا ما هیچ نوع آگاهیام نداریم و هیچ خودمون در مو اوائل نبودیم و در ای که فدراسیون فوتبال افغانستان کدام زیر فشار و مشکل وجود نداشته که برن، شاید دیدگاه خود اما قسمی که جامعه جهانی در کشور در افغانستان 75,000 افغان بردن در حال در امریکا هستن، در اوج کراچیوان هم بود، نزدوان هم بود، در اوج آفروش هم بود، در کل ازی بوده دیگه. ما یک راه کرده درست از انتقال جامعه جهانی نداشتن که ما کدرها کسایی را که واجد شرایط که خودشان از قبل تعیین کرده بودن واره چیز کنن. اما رفتن از یاد در این شرایط بر کشور ما، بر وطن ما که برن، اما این یک طبعا از لحاظ فنی و کدری یک ضربه بزرگ است. از مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان کسی هم رفتن در زمان تخلیه؟ از مسئولین فدراسیون فوتبال زیادتر از کارمندای ما رفتن، کتیشون کتی از اون رفتن. به هر مرحله ای که تیمایی که در ولایات
تیمای بانوان ما که بوده و خودشان تماس مستقیم با کمپانیا و با کسایی که داشتن و انتقال داشت. سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان دو داور بین المللی فوتبال و فوتبال ساحلی ما که روش بسیار حساب هم میشد و همچنان سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان از افغانستان خارج شدن. رفتن اونا چه تأثیری میتونه روی روند کار شما داشته باشه؟ طبعا تأثیر منفی خود داره. ما سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان یکی از کسایی بوده که یکی از کادرهای بسیار فنی و مسلکی در عرصه کاری خود بوده استاد رزاق ممرک، نه تنها در عرصه فوتسال و او معاون مدرس ما که من خود مدرس بودم در چندین کورس ها معاون ما بوده که 5 کورس معاونیت مدرسی را او سپری کرده که کاندید مدرس برای یوسی شناخته شده و دیگر کادرهای ما که مثل علی ماقا که ریفری بین المللی فوتبال بوده این تاثیر خود داره. ما دیگر تلاش خود میکنیم که ما جایهایشان چه قسم پر کنیم و در تلاش هم هستیم که اونا پس دوباره به کشور خود عودت کنه و همون قسمی که دیدگاه رئیس تربیت بدنی و المپیک افغانستان همی بوده که میتونن ورزشکارا دوباره به کشور عودت کنن با شرایطی که اگر بهتر میشه کشورهای جهان امارات اسلامی را به رسمیت میشناسن، روابط سیاسی و دیپلماتیک خوب میشن، حتی ما با اونا در تماس هستیم که میتونن امو کسای شمول سکرتر جنرال دیگه او یا بتونن پس بیاین با فعالیت خود آغاز کنن. فعلا در نبود سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان با مشکل مواجه شده، موضوع بودجه فدراسیون و معاشات کارمندان چگونه میشه؟ کدام مشکل خاص مواجه نشدیم و نبود از این تصمیم فیفا بوده که او بر علاوه که سکرتر جنرال بود مسئولیت بخش مالی را هم داشتن و همچنان اجرایی که جلسه ای را که داشتیم امو تصمیم را که فیفا گرفتن فعلا اونا کارهای خود پیش میبرن تا ای که ما بتونیم شرایطی که بهتر میشد به رسمیت شناخته میشد دوباره بیاید تصمیم نهایی را بعد از تصمیم فیفا و فدراسیون فوتبال گرفته میشه. سال 2021 همون گونه که شما در اول برنامه یادآور شدین تیم ملی فوتبال افغانستان 3 بازی دوستانه داشت، 2 بازی رسمی داشت که نتیجه همه دیدارها 3 مساوی 1 باخت و 2 پیروزی بود. مهمترین او هم بازی‌های رسمی بود که 1 باخت و 2 تساوی داشتیم و مثل چندین کشور ضعیفی که در همسایگی ما هستن رفتیم به مرحله نهایی راهیابی به جام‌ملت‌های آسیا. این نتایج حالا برای فدراسیون فوتبال و به رهبری فدراسیون که خودتان در رأس هستین آیا رضایت بخش است؟ ما در سال 2019 یک چیز برتون بگیم که مربی هیچ وقت ثابت مانده نمیتونه. مربی وقتی که در تمام جهان دنیا کلاپا شما دیدین مربی وقتی که نتیجه منفی میده رهبری فدراسیون یا رهبری کادر فنی خود تیم یا کلاب تصمیم خود میگیره برای بودنش یا نبودنش. فدراسیون فوتبال افغانستان هم ما در این ارتباط در سال 2019 که اولین باره که ما با آقای البته در مربیگریش که اولین باره که ما در تاجیکستان ملاقات کردیم با اونا صحبت داشتیم. صحبت داشتیم دیدگاه حضور از لحاظ فنی و تکنیکی وار بررسی کردیم و فعلا جایگاه تیم ملی فوتبال افغانستان ما برش گفتیم که ما از نتیجه میخواهیم. نتیجه برای ما این مهم بودن که ما باید در 24 تیم آسیا امسال این موضوع رو به کی گفتیم؟ برای خود آقای نوش. درست گفتیم ما از تو نتیجه میخواهیم. هی اصول است که هر مربی که اگر نتیجه داد با تیم می باشه، که نتیجه نداد فدراسیون تصمیم میگیره یا کادر رهبری از او تصمیم میگیره مرخص میشن. دیگه او تاباله که در 2022 مسابقات ما اگر کرونا نمی آمد نتیجه نهایی ما معلوم میشد. ما منتظر مانده تقریبا از یک سال بیشتر. کرونا آمد دور دوم مسابقات شروع شد. شما سال قبل دیدین که دور دوم ما در قطر بازی آغاز شد و این تانست که تیم در 24 تیم آسیا میاد. در این شرایط کنونی شما بهتر میفهمیم که یک تیمی که تشکیل شده از لحاظ فنی و مسلکی شما کارشناس فوتبال افغانستان هستین، شما کمنتاری کردین مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان با تغییراتی که در فوتبال از لحاظ تکنیکی از لحاظ
تاکتیکی که فعلا ما تیم ملی خود که داریم بسیار متفاوت است از تیم‌های قبلی ما. پس بر شما رضایت بخش است؟ برای ما رضایت بخش است، در این رضایت بخش است که تا این نتیجه خود ما در 24 تیم آسیا که میایم اگر نتیجه منفی میگیره ما انعکاس خود برشان. کم میخوای سوال کم کوچکتر بسازم، عملکرد خود سرمربی افغانستان از سال آغاز کارش تا کنون چگونه بررسی میکنه؟ عملکردش این مسائل کرونا باعث شد که نتونسته پلانهایی که ما داشتیم که بیایه شناسایی کنه پلیرهایی که در خود افغانستان است، مسابقات لیگ برتر است و کورسایی را جد کنه و در تیم ملی که بکراوند از او بکپ از او را که ما خواستیم که ایجاد کنیم در مسابقات دور نهم لیگ برتر ما تیم ملی را آماده ساخته بودیم. یکی از اهداف اصلی و اساسی ما می بوده که ما تیم ملی خود در داخل خود کشور خود باید داشته باشیم، چی در رئیس اسبقم بوده چی در وقت که فنی بودن. من تیم ملی خودم اینجا تمرین میدادم، تشکیل تیم ملی مرکب از خودم بود و برای مسابقات بیرون مرزی میرفتیم با پلیرهایی که از خارج از کشور میامدن ما رقابت منداختیمشون. بالاخره تصمیم نهایی را من میگرفتم که چی ترکیب رزی پلیرها و یک انگیزه و یک روحی خوب برای پلیرهایی که ما در افغانستان بود با یک رویه و انگیزه خوب بازی میکرد. آل ایجاب میکنه که ما یک انگیزه یک روحی برای پلیرهایی که در خارج از کشور انگیزه ملی باید برشان داده شد. که شما پس کوتاه‌تر بگیم که شما از عملکرد سرمربی آینده شما راضی هستید؟ ما فعلا در این که در مسابقه راضی شده، این که در آینده این کار کرد از این چی است چی میشه باز اون نتیجه شما بعدا اعلان میکنیم. بعد از بازی با اندونزیا که 1-0 ما بردیم با گل امید پوپلزای در ترکیه، یک سر انتقادها بر سر سند مربیگری آقای انوش دستگیر اتفاق افتاد که گویا سند A ندارن، سند پرو ندارن و سند سرمربیگری خود در 2018 گرفتن که در برنامه دنیای ورزش ما رونمایی کردیم و همچنان در 2022 میتونن سند یوفا پرو خود آغاز بکنن. شما با رئیس رهبر فدراسیون فوتبال افغانستان پاسختون به منتقدین فوتبال چی است؟ این دیگه برای منتقدین فوتبال این هیچ موجود بحث نیست. کسی که سند مربیگری نداشته باشه هیچ وقت اجازه یوسی و فیفا برش نمیده که سرمربی تیم باشه. شما کدام سند مربیگری؟ سند مربیگری ایره که بعد از او که ایام رفت در سند مربیگری پروی خودم آغاز کرده که او را میخواهیم. من مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودم، لیسانس بی داشتم، اما لیسانس ای خود ما از یوفا از کشور جرمنی گرفته بودم، اما او سند یوفای ما لیسانس ای بود. ما چون مسابقات ما بازی های ما در مسابقات ما در که جنوب آسیا بود لیسانس بی داشتیم. برای ما خود فیفا و ایفسی اجازه داشت، چون در افغانستان ما در او وقت زمان کسی نداشته که لیسانس ای را داشته باشه، در سند بی اجازه میده و این بحث بسیار چیز نیست که ما سر ازی بسیار باید بپیچیم. ما سر بحث ملی خود، تیم خود و انکشاف تیم خود، حمایت از تیم ملی خود، حمایت از ورزشکارهای خود باید داشته باشیم که ما چه قسم یک مسابقات بسیار اساس را پیش روی داریم که اولین بار ما با کدام تیما با کدام کشورها با مساف میریم. با این باید بحث کنیم که کارشناسای فوتبال، فوتبالیستای ما و کسایی که در داخل و خارج هستن بیاید دست به دست هم بتا در تر ما بار یک نتایج برای تیم ملی خود با داشته باشه. اما یک گفت دیگه است که آیا انوش از آغاز کار خود سند ای مربیگری رو داشت یا که خودشون چون میگه دست خودشون گفت که ما در جریان کارهای خود ما پس مشکل زو نبود؟ مشکل زو نبود. اگر مشکل زو می بود پس شما این موضوع رو به ایف سی گفتین؟ فیفا و ایف سی جازه نمی درست. قرار بود که مربی افغانستان همون گونه که شما پیشتر گفتین که یک سری کارهایی در داخل فوتبال افغانستان انجام بدن، در فوتبال داخلی ما که هم استعدادیابی بکنن هم برای رشد تیم ملی امید افغانستان تیم ملی زیر به 3 سال بود بکنن، آقای انوش تا این قسمت چه کار کردن در بخش فوتبال داخلی و بخصوص تیم ملی فوتبال امید افغانستان که به سفرم رفتن نتونست؟ ما در کل که با آقای انوش دستگیر همون قسمی که فدراسیون قبلی رهبری فدراسیون قبلی با اونا تفاهم نامه را که امضا کرده بودن، یکی از اهداف اساسی ما رشد و انکشاف تیمای ردای سینی ما و به خصوص امید تیم افغانستان بوده و او یک سیمینار را در افغانستان آمد اشتراک کرد که برای مربیایی که
در کاتگوری های تیم ملی است، پالیسی و فلسفه را که برای تیم ملی فوتبال افغانستان اونو عملی میکنن، او فلسفه فوتبال یا تاکتیک های فوتبال برای مربیای ما اینجا تدریس کردن. و ای که شرایط کرونایی آمد نتونستن که مسابقات از دوران که ما که آمدیم مسئولیت به دوش گرفتیم تقریبا از 1.5 سال 2 سال که گذشت، 1.5 سال که کرونا بود مسابقات کل چیز استاب بود. و او ما هیچ وقت من نمیگم که ما طرفدار مربی تیم ملی فوتبال، ما طرفدار نتایج تیم ملی فوتبال خود هستیم. ما طرفدار عزیزم که طرفدار حق هستیم که ما چه قسم بتونه فوتبال افغانستان، ما طرفدار منافع ملی فوتبال خود هستیم نه شخص. درست. میخوایم آقای کارگر کمی بحث خود کوتاه‌تر بسازیم، جنبندی تر صحبت کنیم چون وقت ما کم است. در صورت صعود به جام ملت‌های آسیا، آقای انوش همچنان در پست مربیگری خود بودن یا تغییرات خود آوردین؟ اگر صعود کنه در 12 تیم آسیا، ما دیگه تیم خود خراب نمی‌کنیم. درست. از استعدادهای مربیگری داخلی تا چه اندازه راضی هستین و به نظر شما فکر نمی‌کنید که به یک مربی درون فوتبال افغانستان نیازمند باشه، مثل که در سال 2013 خودتون مربیگری کردین؟ ما استعدادهای مربیگری ما واقعا شما می‌بینید که امکانات را که در بیرون از افغانستان کشورهای خارجی که اونا تجارب را که در مسابقات ملی و بین المللی داشته، لیگای سرتاسری داشتن، واقعا قابل قدر است که ما پلیرهای و مربیایی را که در اینجا داریم کارکشته هستن، تجارب هم داخلی خود داشتن هم تجارب تیمای ملی ما در بیرون مرزی رفته داشته. ما از اونا قدردانی میکنیم و همیشه در تلاش ازی بودیم که اونا ابدت شوه لیسانس ای را که گرفتن. ما بخیر ان قریب ما یک برنامه داریم که کسایی که لیسانس ای مربی گرده را بی مربی گرده ایره دایرکتر تکنیکی آمادگی میگیرم که لیسانس های از یاد دوباره یک بازسازی شوه و یک رفرش شوه. ما از کارهایشون راضی هستیم. از فوتبال داخلی یاد کردیم، میخوایم کمی بهتر وارد فوتبال داخلی شویم. فعلا فوتبال داخلی ما در کدام سطح و اندازه است؟ آیا در حد و اندازه حرف زدنی در منطقه و آسیا هستیم؟ ما فوتبال داخلی ما تقریبا در طول 1 سال که زیادتر کرونا باعث شد که در تمام کشور و جهان یا یک رکود به میان بیاره که فوتبال هم جز از او بودن در چی در داخل و چی در خارج. بازم فوتبال های داخلی ما پیشتر اشاره کردیم برای لیگ برتر. لیگ برتر یک مقطعی بودن که ما برای فیفا و ایفسی گفته بودیم که یک تورنمنت است، در آنده نزدیک 10 سال بعد این لیگ ما به رسمیت شناخته میشه، یک لیگ سرتاسری را در افغانستان ما ایجاد میکنیم. و برنامه بزرگ داخلی را که فدراسیون فوتبال افغانستان انجام داد، ECL که ما مسابقات تمام ولایات ما لیگ برترش تمام شد، قهرمان های از اونا مسابقه کرد و از اونا قهرمان های از یا برای فدراسیون فوتبال راجستر را ثبت شدن و این تیما ثبت راجستر مطابق به امو میارای اساسنامای کانفدراسیون فوتبال آسیا اونا معرفی شدن. ما بلندترین مسابقات ما یا بارزشترین مسابقات ما فعلا در سطح داخلی ما ECL ماست و همچنان مسابقات فوتسال ما که شما شاهد بودیم که آریانا پخش مستقیم از لیگ برتر فوتسال که 6 تیم از ولایات افغانستان، زونای افغانستان 4 تیم هم از کابل است که لیگ برتر فوتسال ما. این کارکردها در سطح داخلی ما جریان داره. جام هم چرا برگزار شد؟ بسیاری انتقادها اینجا صورت میگیره. لطفا کوتاه بفرمایید چون موضوعات دیگرم هست. جام هم هر کشور میتونه بر اساس یک مناسبت های یک جام خود انجام بده. فقط دلیل همین بود؟ نه دلیل درست. پس جام 4 جانبه کندهار به چه دلیل؟ جام 4 جانبه شما ببینید که در اگر بکراوند فوتبال افغانستان مشاهده کنین، اما ساله چی در 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش مشاهده کنین، ببینین همیشه مسابقات زمستانی در زون شرق ما در قندهار، در جلال آباد بوده، مناسبت هایی که نوروزی بوده در مزار شریف بوده، مناسبات که در هرات بوده، مسابقات بوده. اگر مسابقات را که در این زمستان روی دست نگیری، انتقادایی است که فدراسیون فوتبال مدیریت نداره، نمیتونه مسابقات ها. یک مسابقات 4 جانبه هستن. او را سپانسر شده گفت ما یک مسابقات در وجه میگیریم. این بهتر از خوب است برای فوتبال افغانستان یا خراب هستن؟ خب اینجا سوال مطرح میشه که آقای کارگر، اگر قرار بود که حمایت مالی یک جام برگزار
پیدا کنه. چرا حمایت مالی را برای لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان نمیگذارین که همه مصارف خرد و ریز را جمع کنین جدا از این فوتبال ها کنار که انتقاد هم شده برای همین وارد که یک تورنمنت بسیار ضعیف و چندان جدی هم نیست باید روی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان سرمایه بذارین؟ دقیق است، نکته خوب را سروش های بشاره کردی. ما در چارچوکات تقسیم اوقات فدراسیون فوتبال افغانستان از این ایسیل ما داریم. ما کدام مشکلات داریم؟ مشکلات اقتصادی بانک در سطح کل افغانستان با وجود آمدن و این مناسبت هایی که یک بانک یا یک سکتور خصوصی یا یک مسابقات در یک ولایت میگیره این به نفع فوتبال افغانستان است. لیگ نیمه تمام مانده یا لیگ قهرمانان چی میشه؟ لیگ تمام مانده شه ما اجرایت چند قبل تصمیم داشتیم، تصمیم برمی شده که ما بتانیم که با بانک به تماس شوند کمی از اینه که هست ای بودیجه برای کلشون برای کلاپا مسئولین بخششون پرداخته شود بیان مسابقات خود انجام بده. میخواین در رویداد لیگ قهرمانان آسیا در مرحله پلی آف تیم از افغانستان شرکت کنند؟ ما تلاش خود از یاد داریم، با دایرکتور تکتیکی ما در تماس است با خود مسئولین بخش آسیا، انشاءالله مسابقات از یاد که دایر شد قهرمان از یا معلوم میشه به پلی آف معرفی میشه. منظور قهرمان کدام؟ قهرمان ACL مبیاد و دیگر قهرمان ایسیل هم که در اوج معرفی میشه باید میارایی که برای کلاب لیسانسینگ هست او را باید داشته باشه که بعد از او پذیرفته میشه. درست. ما دو سال باقی مانده میخوایی تو بپرسم که از انتخابات فدراسیون فوتبال چه خبر و کنگرهشون در صورت که آیا برگزار میشه نمیشه؟ انتخابات فدراسیون فوتبال افغانستان ما از قبل انتخابات آماده کرده بودیم، اساسنامه پاس شده بود، اجرایی ما تشکیل شد، کنگره دایر شد که رئیس اسبق و سکرتر جنرال ما حضور داشت در جلسات چیز کنگرس فیفا و ایفسی. یگانه خواست ما از فیفا بود که یگانه رای حل بر فدراسیون فوتبال افغانستان انتخابات فدراسیون است کی کل کارهای ما تای مراحل شده بود که متاسفانه آمدن کرونا به تعویق افتاد و فدراسیون جهانی هم تصمیم گرفته بود امی سال که ما تیم ملی ما که بعد از مسابقات تیم ملی ما که خلاص شد در قطر تصمیم گرفتد میاد زمان انتخابات تعیین میکرد. حالا تعیین شده چه وقت برگزار شد؟ او وقت تغییرات سیاسی بر کشور رونما شد و یکی از خواسته های اساسی خصوصا خودم این چوکی فدراسیون فوتبال یک امانت است که ما بتونیم در این زمان خود بتونیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم، هر کسی که میتونه بده بیای این امانت برشان واگذار کنیم و کارهای خود پیش ببره. بسیاری انتقادهایی است، بسیاری گپهایی است که ما درست است که ما در این شرایط کنونی فیفا هم میگه هر زمانی که خود جامعه جهانی امارات اسلامی را به رسمیت میشناخته روابط دیپلماتیک خوب میشه تا به نمایندای فیفا یعنی تا او وقت ما به انتخابات نداریم؟ تا او وقت ما نزدیک هستیم. اگر مثل که گفتم حضور گرم خود آقای مطمئن در قطر ای بر امیدوار کننده شدن که هم کلمپیکا هم فیفا را تو برشان اظهارات داده که شما میتونین هر نوع برنامه‌ای که چی انتخابات باشه برنامه‌ای ورزشی باشه هیچ نوع ممانعت نیست. وام برای خود تربیت بدنی افغانستان وعده دادن که ما بخیر باز ما میتونیم در بعض المپیک انتخابات المپیکی و فدراسیون ها هم این تصمیم را میگیریم. هر زمانی که اونا تصمیم خود فیفا بر ما گرفت زمان او از طرف از اونها بر ما تعیین میشه. فعلا ایده گفته نمیتونه براتون. و به عنوان آخرین سال میخوام ظرف کمتر از یک دقیقه بگین که سال 2022 چه برنامه های روی دست دارین، در کدام رویدادها شرکت میکنین؟ سال 2022 اشاره خوب کردین که ما تیمای ما در مسابقات زون کفا که اولین ماه اول امسال ما تیم 19 سال ما اشتراک میکنه و همچنان تیم ملی فوتسال ما بر برنامه مسابقات آسیایی اشتراک میکنه که گروه بندی شده که افغانستان در گروه قزاق ازبکستان و تاجیکستان و نیپال حضور داره. اگر این برنده میشه میره بر دور دوم با کویت میره و تیم ملی فوتبال افغانستان انقریب
قرعه‌کشی گروهی ما میشه که برن بر مسابقات خود. و در 2022 ما برنامه های لیسانس مربیگری را در تمام ولایات افغانستان مطابق به جنتری که ما در 2022 جنتری آسیایام داریم و جنتری خود فدراسیون فوتبال افغانستان ما او را عیار کردیم و در تمام خوشبختانه در تمام برنامه هایی که ما در 2022 هم چی کادری و فنی و مسابقات بین المللی بوده افغانستان در حوزه حضور داره. ما پیش در اول یک نکته را سوال کردیم که ما در هیچ برنامه که از طرف فیفا ایفسی و کفا هستن ما در هیچ نوع برنامه از اون نیست که ما حضور نداشته باشیم، تیم های ملی ما آمادگی خاصش رو میگیریم. منتها ارتباط میگیرد که ما چه قسم روابط خود با حمایت سکتورهای خصوصی و با حمایت تلویزیون ها که تشکری میکنیم از آریانا که همیشه در رشد و انکشاف ورزش همیشه تلاش داشتن، حمایت کردن، اسپانسر شده، چه تیم های ملی سابقه ما را اسپانسر شده، تیم فوتسال ما را و مسابقات ما اسپانسر شده، نقش اساسی را برای روند برای پیشرفت فوتبال فوتسال هر برنامه ورزشی که می باشه نقش اساسی را رسانه ها دارند. باید رسانه ها در این شرایط کنونی نقش اساسی خود در پیشرفت ورزش و فوتبال افغانستان ادا کنه که من از تمام رسانه ها تشکری می کنم. بسیار تشکر آقای کارگر از یک فرصت. تشکر شما. تشکر از همراهی شما. میرین های عزیز، امیدوار هستم به سوالات آنچه که در ذهن شما بود پاسخ داده باشیم. وقت بخیر.